روز بخیر بینندگان عزیز، سرخطی خبرهاست منظورتان از سودیای مرکزی رادیو زودی. در دقیقه برنامه امروز 29 ایون از آن خواهیم گفت که پریزیدنت قرغیزستان در دوشنبه حادثه های اخیر مرزی را سنجش خیلی وزنی نامید. امریکا میخواهد کشورهای عالم جنگجوی بزده شده دولت اسلامی را به وطنهایشان برگردانند. رئیست تفتیشاتی میگوید امروز عزت امان را با چندی از دعواکاران روبرو خواهند کرد. امامعلی رحمان و صدیر جبوров رهبران توجیکستان و قرغیزستان صبح امروز در قصر ملت دوشنبه ملاقات کردند. صدیر جبوров در آغاز صحبت با امامعلی رحمان در نزد خبرنگاران گفت حادثه‌های روزهای 28 و 29 اپریل در مرز با وقوع پیوسته برای ما سنجش خیلی وزنین بود و باید با چنین حادثه‌ها دیگر راه ندهیم. امامعلی رحمان جبوров را به دوشنبه خوش آمدید گفت، ولی در نزد خبرنگاران درباره مسئله مرز حرف نزد. و خوری رهبران توجیکستان و قرغیزستان قرار است تا نصف روزی ادامه کند و در پایان آن 4 سند امضا شود. جزئیات سندها هنوز دسترس نیست. صدیر جبوров شام دیروز با سفر رسمی به پایتخت توجیکستان آمده بود. یادآور میشوم که همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و تفصیلات بیشتر از این را در برنامه اخبار آزادی پیشنهاد شما خواهیم کرد. دادگاه مسکو حبس پیشکی امیرشاه حسینوف مجری 21 ساله توجیک را برای 2 ماه دراز کرده است. در این باره والنتینا چوپیک حامی حقوق مجران خبر داد. این زاده توجیکستان را روز 25 ایون برای زن و زنی با اسکینهدها در مسکو دستگیر کرده بودند. به قول چوپیک حسینوف گناه خود را در اوبوشی با استفاده از سلاح اقرار کرده است، در حالی که به گفته نزدیکانش او تنها شرکت داری تصادفی زن و زنی با اسکینهدها بوده، در دست یگون سلاح نداشت. والنتینا چوپیک میگوید امروز وکیل دفاع از بالای قراری دادگاه شکایت خواهد برد. دیروز سفارت توجیکستان در رابطه با بازداشت امیرشاه حسینوف به وزارت کار خارجه روسیه نوتا فرستاده خواستار تحقیق خالصانه حادثه شد. از رئیست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی توجیکستان به رادیو زودی گفتند که امروز عزت امان را برای پرداخت مبلغ قرضدارانش با آنها در بازداشتگاه روبرو میکنند. این منبع گفت در وقت صحبت مفتیش سپیر سفاروف حضور خواهد داشت. محمد یوسف خولوف پسر عزت امان حقوق شناسی شناخته میگوید روز جمعه گذشته مبلغ یکی از قرضداران را پرداخت است. وی گفت خود دعواگر بر اثر بیماری کروده 2 ماه پیش وفات کرده است و مبلغ را به تقویش دادند. به قول محمد یوسف عزت امان 5000 روبل قرضدار بوده است، ولی به تقوی سال خورده دعواگر 10000 روبل پرداخت نمودند. تا کنون 11 نفر به مقامات شکایت کردند که عزت امان آنها را در روسیه فریب داده است. پیوندان حامی حقوق این ادعا را به اساس میخوانند. عزت امان فعلا در بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه نگهداری میشود. دادگاه اسماعیل سومونی روز 25 می مهلت تفتیش پرونده عزت امان را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. ولادیمیر زینالدینوف سخنگوی سازمان پیمان امنیت دست جمعی یا خود سپاد میگوید درباره وضعیت در مرز توجیکستان و افغانستان آگاهند و در صورت مراجعت مقامات توجیک این سازمان کمک خود را خواهد رسان. در این باره زینالدینوف در صحبت با خبرگزاری ریا نوواسی ابراز داشته است. زینالدینوف گفته است فعلا توجیکستان برای دریافت یوری به سپاد مراجعه نکرده است. طبق آیین نامه سازمان سپاد میتواند به توجیکستان کمک سیاسی و نظامی و تکنیکی رساند. در عین زمان به گفته زینالدینوف به همین زودی ها استانیسلاو زاس دبیر کل سپاد برای حل مسئله مرزی افغانستان به توجیکستان می رود. شما سرخطی رویدادها را تماشا دارید. کاتب دولتی آمریکا انتونی بلینکن میگوید بازداشت نزدیک به 10000 سلاح به دست گروه دهشت‌افکن دولت اسلامی و یا دوئیش در اردوگاه‌های سوریه وضعیت ناگوار به وجود آورده است. در سال 2017 بعد شکست این گروه دهشت‌افکن سلاح به دستانش به اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک کردهای سوریه که از طرف آمریکا پشتیبانی می‌شوند
انتقال یافتند. 28 ایون در یک نشستی بین المللی در پایتخت ایتالیا بلینکن از کشورهای عالم دعوت کرد سلاح به دستان گروه دولت اسلامی را به وطنهایشان بفرستند، به حیات آسایشته برگردانند و یا جزا بدهند. یک روز پیش از این نشست امریکا به پایگاه‌های گروه‌های نیمه نظامی زیر سرپرستی ایران واقع در منطقه مرزی میان سوریه و عراق حمله هوایی راه اندازی کرد. بلینکن و وزیر کارهای خارجه ایتالیا میزبانی نشست سی نمایندگانی 83 کشوری ائتلاف ضد گروه دهشت افکن دولت اسلامی را بر دوش دارند. در پیام افتتاحی بلینکن گفت شکست کامل این گروه دهشت افکن زمان امکان پذیر می شود که تعدید آن در بیرون از خاک سوریه و عراق و دقیق ترش در افریقا از بین برده شود. دویش در سال 2014 مناطق زیادی را در سوریه و عراق تحت کنترل درآورده 3 سال تصرف آن را در اختیار داشت. هنوز هم سلاح به دستان این گروه در منطقه مرزی سوریه و عراق حمله ها تشکیل میکنند. منصبداران عراقی ماه اخیر دویش را مسئول 25 حمله مرگبار نامیدند. در فرودگاه گاگارین شهر ساراتوف هفته گذشته از مسافرانی که از دو شهر توجیکستان آمده بودند بیش از 40 کیلو محصولات غذایی بدون حجت بیطاری را مصادره کردند. بنا به اطلاع روسل خوزنادزور مسافران دو پرواز از خوجند و کلوب در بغاج خود 33 نوع محصولات شیری و عسل داشتند. طبق قانونهای بیطاری روسیه محصولات مصادره گردیده نابود کرده می شوند. در مسکو میمانیم. در آنجا امگذرانی آزمایشی مجران مهنتی علیه کرونا‌ویروس شروع شده است. به گفته شهردار سرگی سابیانین ترتیب مویکوبی شهروندان خارجی طبق درخواست کارفرمایان آنها به راه مانده می شود. مقامات مسکو نرخ واکسین سپوتنیک لایت برای مجران را 1300 روبل روسی اعلان نمودند که باید از جانب کرده پرداخت کرده شود. حالا امگذرانی در مرکز مجریتی سخر و امکان پذیر است. در این مرکز همه روزه تا 2000 شهروند خارجی می توانند واکسینه بگیرند. به گفته سابیانین طبق نقشه روسای نزدیک در حدود مرکزی تجارتی صدواد یک نقطه دیگری واکسینه زنی برای مهاجران باز خواهد شد. برنامه را ادامه می دهیم. پایگاه بمداد از هلاکت جوان 26 ساله توجیک در روسیه خبر داد که با دوستانش به آبوزی رفته غرق شده است. بیژن خولف ساکن پنجکین در یک ساختمان در ولایت مسکو کار می کرده است. در چند روز اخیر یک جوان 19 ساله و یک نوراس 17 ساله توجیک در سنت پیتربورگ و یک جوان 23 ساله دیگر از توجیکستان در ولایت لنینگراد غرق شدند. بمداد از قبل یک همی حقوق مجرون توجیک می گوید تنها در ماه ایون با آنها درباره غرق شدن بیش از 20 مهاجر توجیک در روسیه خبر رسیده است. هر سال در روسیه 100 نفر از مهاجران توجیک به علت‌های گوناگون وفات می‌کنند. طبق آمار رسمی سال گذشته از این کشور تا بودی 300 نفر توجیکون به وطن آورده شده است. یکی از آنها حاجی مراد قلندرف دانشجوی 19 ساله بود که با قیمتی جان خود کودکی را از غرق شدن نجات داد. در یک تحقیقاتی که اخیراً نشر شد، پایتخت ترکمنستان گران‌ترین شهر عالم برای کارگران بین‌المللی عنوان گرفته است. مؤسسه مشورتی میرسر نوشته است که سال 2021 اشقابات در جای اول، هنگ کنگ در جای دوم و سپس بیروت و توکیو در مقام‌های سوم و چهارم قرار گرفتند. ژان فیلین سارا از مؤسسه میرسر میگوید تورم فوق‌العاده بلند ترکمنستان باعث افزایش خراجات کارگران سازمان و شرکت‌های بین‌المللی در این کشور شده است. تحقیقات بر اساس نرخ بیش از 200 مواد و جمله قیمت منزل، نقلیات و غذا گرفته شده است. ترکمنستان که به درآمد از استخراج گاز طبیعی وابسته می باشد، تخمیناً 8 سال این جانب از پایین‌شوی نرخ این مواد سوخت در بازارهای جهانی اذیت می کشند. مردم زیادی در این کشور کم بضاعت شدند. در همین حال دو شهر دیگری سابق شوروی بیشکک و تبلیسی ارزان‌ترین مکان زیست برای کارگران خارجی نامیده شدند.
بینندگان عزیز، اکنون فرصت است که برای شما درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان اطلاع بدهم. امروز 29 ایون بانک ملی 1 دلار و 11 سوم و 32 درهم و 1 یورو 13 سوم و 53 درهم مقرر کرده است. قرب از روبل روسی نیز مثل دیروز است 156 سوم و 60 درهم. بینندگان عزیز، با همین نشر نوبتی سرخطی رویدادها را پایان میبرم. تشکر که ما را همراه بودید. اگر خبر و نظری دارید لطفاً با ما در میان گذارید. 3 ساعت پس در برنامه اخباری زودی در خدمت شما از آن قرار خواهم گرفت. آمدم برای کنید.